مرسی مامورادی هستم از دانش آموزان بچه های پیرانشهر شیناوا سوختم. سیما جان، کجای بدنت توی مدرسه آسیب دیده و سوخته؟ نه مثلا دستم سوخت، با پشتم و صورتم، یه گوشم رو از دست دادم. خیلی باهاش ناراحت میشم، نمیشونم خیلی زیاد باهاش بشنوم. یه نفر میخواد با هم حرف بزنه، باید خیلی بلندتر از خودش حرف بزنه، چون سوراخ گوشم یه ذره کوچیک‌تر از قبل شده. گوشوارم نمیتونم بزنم توی گوشم به خاطر اینکه گوشم کلا از دست دادم. قبلا گوشواره داشتی؟ بله داشتم، اما به خاطر اینکه گوشم از دست دادم نمیتونم الان گوشواره بذارم. وضعیت دست‌ها و انگشتای تو چطوره الان سیما؟ والا اگه مثلا با دستم میخوام بنویسم یه ذره انگشتام درد میکنه به خاطر اینکه پوستش خیلی ناراحتم میکنه. سیما جان، روزهای اول که مسئولین زیادی میومدن بهتون سر میزدن، یادت هست که چه قولایی به شما دادن؟ بعضی قول داده بودن، گفتن میبریم تو خارج، اما اینطور نشد و همون که سر قولشون نرفتن ما رو فرستادن تهران، اونم بیمارستان من دولتیه. اخیرا هم شنیدی دیه ای که قرار بود به بچه هایی که توی مدرسه شیناباد سوختن تعلق بگیره نصف یک انسان دیه تعلق میگیره، اینو شنیدی؟ از پدرم شنیدم، خیلی گفتن دیهمون نصف شده. خب دلیلش رو میدونی که چرا نصف شده؟ ما کلا پسر نداشتیم، فقط دختر بودیم، به خاطر اینکه دخترم دیهمون نصف شده. ظاهرا برای عملی نشدن همین قولا اومده بودین تهران و یه تجمع کردین، میشه خودتون توضیح بدین که کجا رفتین؟ ما رفتیم جلوی در ریاست جمهور که همون رئیس جمهور صدای ما رو بشنوه و بیاد، که مثلا بیاد ما رو از نزدیک ببینه که ما چه مشکلایی داریم. خب مثلا اگر رئیس جمهور بیاد و از نزدیک ببینی چی میخوای بگی سیما جان؟ من دوست دارم بهشون بگم که دستامو رو خوب کنن، انگشتامونو به مثل اولمون کنن، صورتمونو خوب کنن، گوشامونو خوب کنن. الان یکی از دوستام 6 تا انگشتشو از دست داده، یکیشون گوششو کامل از دست داده. برای صورتمون، دستامون که خوب بشن، میخوام آیندهمون روشن باشه. من خودم اگه دوست دستم بزرگ بشم یه پزشک بشم که به کشورم خدمت کنم. مسئولین فقط این مسئول به اون مسئول، الان ما پاسداری میشیم بین این وزارتخونه. الان نامه ای که گویا دایی خودمون داده به نوبخت، آقای نوبخت معاونت راهبردی رئیس جمهور، اونم گویا باز به وزیر آموزش پرورش، ما که قبلا نامه رو دادی بدیم وزیر آموزش پرورش، خب باز از اونو باز کار شروع بشه که وزیر آموزش پرورش باز یه لایحه بیاره تو دولت تصویب کنه که این بچه ها حداقل آیندهشون روشن باشه، حداقل این خانواده ها یعنی از شرمندگی این و اون فامیل حداقل در بیار که بدهکاری باور کن، بدهکاری بالا رو الان باسی خدای نکرده شاید بعضی به گدایی هم بیفتن. ولی دولت متاسفانه تنها هیچ توجهی به این قسمت قضیه نکرده. ما چندین بار نامه دادیم و مکرران هر کاری کردیم، متاسفانه اینا انجام ندادن.